بدون شک یکی دیگه از هایی که توی فاینال کات فوق العاده کاربردی هست و فکر کنم خیلی به دردتون بخوره فیلتر کالر کورکشن تری وی هست کلیپتون رو انتخاب کنید، افکت ویدیو فیلترز کالر کورکشن و کالر کورکت تری وی همونطور که دیدید روی دستگاه من که توی دستگاه قدیمی هم هستم اول 5 سال پیشه این فیلتر ریل تایم کار میکنه و نیاز به رندر نداره برای اصلاح رنگ بهتر شما لیاتتون رو روی کالر کورکشن قرار بدید و همونطور که شما اینجا بینید ما چند تا اسکوپ داریم که توی این درس به بررسی این اسکوپ ها میپردازیم از بالا اگر بخوایم شروع کنیم اولی ویف فرمه اینطور که شما توی این تصویر میبینید این قسمت سفیدی های من و این قسمت سیاهی های من و میزان پراکندگی های اونها توی تصویر هست همونطور که میدونید قسمت پایین تصویر تیر است من اینجا یه مقدار پراکندگی نقاط تیره دارم اینجا ما یه تیکه روشنتر داریم و اینجا هم یه تیکه روشنتر داریم اما چطوری میشه از این اطلاعات استفاده کرد شما روی کلیپتون دابل کلیک بکنید برید به قسمت کالر کورکشن تری بی یا فیلترز ویژوال رو بزنید و از اینجا شما میتونید به سفیدی ها و روشنایی توی تصویرتون تیرگی ها و خاکستری ها دسترسی داشته باشید از اینجا از تقریبا هشتاد تا صد سفیدی ها از 20 تا ده سیاهی ها و به اینا به این خاکستری ها به حساب میاد از اینجا به بعد دیگه تقریبا کار شما تقسیم میشه به دو تا قسمت اصلاح رنگ در واقع گفتن این واجهی ای که اصلاح رنگ هست اون من برای زمانیه که دو تا شات از نظر کانتینیوتی یعنی از نظر قرارگیری پشت هم به هم نمی چسبند یه نور توی این صحنه کم بوده توی اون یکی صحنه اضافه شده یه به هر حال دوباره این فیلم یه قسمتی از فیلم فیلم برداری شده بنا به هر دلیلی دو تا صحنه ای که پشت هم قراره توی تدوین قرار بگیرند از نظر رنگ و از نظر نور با همدیگه تطبق ندارن اونجاست که شما اصلاح رنگ می کنید اما زمانی که شما یک تصویر رو فقط می قشنگتر قشنگ تر بکنید اصولا بهش میگن کالر گریدینگ یا در واقع همون تغییر رنگ و زیباتر کردن تصویر به طور مثال ما اینجا می بینیم که یه مقدار سفیدی های ما جا داره که بیشتر سفید تر بشن این قسمت که سفیدی های ما هستن من با چند تا کلیک کوچیک روی این مثلث این اسلایدر رو یک کم کم به سمت راست میارم این اسلایدر رو اگه من به سمت چپ ببرم سفیدی هم تیره تر و اگر به سمت راست بیارم روشن تر میشن تا جایی که کاملا میبینید دیگه تصویر رو اوور اکسپوز میکنن من اینجا مثلا با دو تا کلیک یه مقدار بیشتر میام به این سمت میام سراغ میتون ها اگر بخوام تصویر رو روشن تر بکنم میتون ها رو یه مقدار روشن تر میکنم و همونطور که می بینید این تصویر ما یه مقداری دونه هاش به سمت بالا میرن و حالا اگر تیرگی هام که خیلی تیرن رو بخوام روشن تر بکنم توی بلکس باز یه مقدار اونها رو بالاتر میبرم حتی اینجا چون خیلی تصویر تاریکه من میتونم حتی یه مقدار بیشتر هم بکنم خطی که شما اینجا میبینید چرا پایین تر از حد سقف اینجاست یا چرا سیاهی های شما که بلک هستن پایین تر نیست از اینجا یعنی در واقع این میزان سیاهی از اینجا تا اینجا که ما تو تصویر داریم یا از اینجا تا اینجا که تو تصویر داریم چیه؟ این اون قسمتی که توی مونیتور تل... شما موقع کار دیده میشه ولی توی مونیتور تلویزیون دیده نمیشه همونطور که میدونید تلویزیون و سیستم پخش و برادکست یک مقدار یعنی یه مقدار که چه کنم خیلی محدود تره نسبت به رنگ هایی که شما روی تلویزیون روی مونیتور میتونید ببینید به همین خاطره که توی فانالکات محدودیت سیاهی و سفیدی شما و همچنین محدودیت رنگ شما برای شما مشخص شده البته نه توی قسمت فرم توی وکتورسکوپ محدودیت رنگتون رو میبینید که بدونید کدوم رنگ هاتون توی تلویزیون دیده خواهند شد یا سیاهی و سفیدیتون به اندازه ای که توی تلویزیون بیننده خونگی از دست نمیده بخشی از تصویر رو من از اونجایی که خب سیاهی هم خیلی روشنتر شدن یه خورده تیره ترشون میکنم همونطور که شما میبینید این تیکه که من خیلی سیاهی زیاد دارم بالاتر از خط سیاه مطلق من قرار گرفت و حالا این سفیدی های اینجا میخورده خورده زیاده ممکنه بخوام اونها رو یه خورده کمتر بکنم و در نهایت شاید یه مقداری میتون هم رو هم تیره تر بکنم خب از اینجا باید دیگه تصمیم گیری به عهده کارگردان یا در واقع اون کسی که میخواد بگه این تصویر چه شکلی داشته باشه ممکنه تصویر خیلی خیلی پر کنتراسته تیره شما بخوایم به یه همچین شکلی یعنی شاید برای شما پایه برج ایفل مهمتر از مردمی باشن که اینجا یا نه برعکس ممکنه شما یه مقداری از جمعیت رو بخوایم ببینید به طور مثال ممکنه ما بخوایم به شکلی همین که این پایین هستن رو هم ببینیم این یعنی دیگه تصمیمات شماست توی در واقع تصمیمات کارگردان برای گفتن اون اتفاقی که چطوری میخواد این اتفاق اینجا توی تصویر شکل بگیر و انجام بشه اما این گردی کوچیکی که شما روی میتون ها میبینین تمایلات رنگی تصویر شماست این قسمت رو توی وکتورسکوپ با هم میبینیم وکتورسکوپ شما به شما نشون میده که پراکندگی رنگ های شما کجا هست همونطور که شما میبینید توی این تصویر من خیلی آبی البته اجازه بدید من بگم خدمتون R به معنی رد هست ام ماجنتا بلو آبی و همونطور که شما اینجا میبینین سی وای که همون سایان هست جی یا همون گرین وای یلو و دوباره R خب الان همونطور که بینیم پرکندگی تصویر ما بیشتر رو بین قرمز تا زرد و آبی های خیلی کمی ما توی تصویر داریم اگر شما بخواید میتونید با زیاد کردن آبی ها یعنی اگر شما این دایره رو به سمت آبی بکشید تصویرتون یه مقداری تینت بیشتر آبی خواهد داشت اگر شما از کاری که کردید خوشتون نیمد هم میتونید کامان رو بزنید هم اگر چند مرحله کار کردید و کلا میخواید این چرخه رنگی رو ریست بکنید این دکمه کوچیک رو اینجا میتونید بزنید و این چرخه رو براتون در واقع ریست میکنه این قسمت سچوریشن شماست من میتونم سچوریشن تصویر رو زیاد بکنم تا جایی که تصویر من بد نشه حالا بد شدن فقط به این معنا نیست که زیباییش رو از دست بده یه علت دیگهش هم یعنی یه کاربرد دیگهش هم ممکنه پخش توی تلویزیون باشه اگر من تصویرم رو خیلی رنگ زیادی بهش بدم این قسم این رنگ ها توی تلویزیون دیده نخواهند شد شما اگر از وای که زرد شماست یک خط مستقیم فرضی رسم بکنید تا آرک که قرمز شماست اون محدوده محدودیت پخش تلویزیون نتونه یعنی در واقع شما یک شیش زلی تقریبا اینجا دارید که رنگ تلویزیون میتونه اون رو پخش بکنه توی سیستم های HD توی سیستم های سینمایی و توی سیستم های حالا غیر برادکست عادی این گستر رنگ میتونه خیلی بیشتر باشه من این مقدار رنگ رو اینجا کم میکنم تا این خط بین قرمز و زردمون رو ما ازش عبور نکنیم و اینجا میتونم حالا به تصویرم یه مقداری حس زردی بیشتری بدم حس قرمزی بیشتری بدم اگه احساس غروب میخوام به وجود بیارم حس آبی بیشتری بدم اگر میخوام تصویر یه مقدار خنکتر بکنم و از اینجا بعد دیگه این تصمیمات به عهده در واقع مدیر فیلمبرداری و کارگردان هستند که نوع تصویر رو برای شما تعیین بکنن قسمت های دیگه ای که شما توی کال کورکشن دارید هیستوگرام که شاید توی فوتوشاپ دیده باشید خیلی شبیه هست به وی فورم ولی برای کال کورکشن وی فورم خیلی بهتره اگر عادت کرده باشید بهش پرید یا در واقع همون پراکندگی قرمزی ها سبزی ها و آبی های شما همونطور که شما اینجوری قرمز های من کلیپ شدن قرمز های من خیلی زیاد شدن توی تصویر به دلیل اینکه من سچوریشن رو زیاد کردم پس من میتونم یه این رو کمتر بکنم و این ترکیب چند تا لیات با همه یعنی مثلا ویف فورم و هیستوگرام و مثلا وکتورسکوپ و این مثلا لومیننس شما که ویف فورم به علاوه آر توی کالر کورکشن شما یکی از جالب ترین چیزهایی که دارید این سه تا آیکون پایین هستن شیش تا البته در واقع برای ریست کردن این فیلتر و برگردوندنش به حالت عادی یه کار شاید عجیب غریب شما باید بکنید توی فانکات و اون هم این هست که شما بعد نومریک رو بزنید بعد بیاید زبدر رو بزنید و دوباره ویژوال رو بزنید اگر میخواید برگردید به اینجا یه مقدار شاید پرسه طولانی باشه ولی خب در هر صورت به این شکل کل تنظیمات شما ریست میشن آیکون هایی که شما اینجا دارید سیاهیاتون رو به صورت اتوماتیک براتون تنظیم میکنه سفیدی هاتون رو یا هر دو رو برای دیدن تصویر هم قبل و بعد تصویر میتونید این آیکون رو بزنید باز همونطور که گفتم اگر از کاری که خود نرم افزار به صورت اتوماتیک براتون انجام داد خوشتون نیامد ثبت رو میزنید و برمیگردید به شرایط عادی در مورد مچ هیو و قسمت پایین که لیمیت افکس هست توی درس بعد بیشتر صحبت میکنیم